اما گفتگویی داشتیم با سبحان کاظمی، فعال دانشجو و از فعالان انقلاب زن زندگی آزادی از ایران، در رابطه با رویکرد فعالین انقلاب زن زندگی آزادی، تشکل‌های زنان، دانشجویی، دانش آموزان، معلمان، جوانان، رنگین کمانی‌ها، آتئیست‌هایی که علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی موضع گیری میکنن و فضای اعتراض علیه جمهوری اسلامی رو تقویت میکنن. نظر سبحان کاظمی رو در این رابطه میشنویم. سلام و وقت بخیر به شما و بینندگان و شنوندگان محترم. در رابطه با رویکردی که فعالین انقلاب زن زندگی آزادی و تشکل‌های مستقل علیه انتخابات جمهوری اسلامی دارند، همونطور که طی روزهای گذشته شاهد بودیم، تشکل‌های مختلفی از تشکل‌های معلمان گرفته تا تشکل‌های دانشجویی در قالب حدود 20 تشکل دانشجویی، تشکل‌های دانش آموزی، تشکل‌های زنان، فعالین زنان، جنبش زنان و فعالین جنبش رنگین کمانی‌ها و یه جورایی میشه گفت تمام بخش‌های متشکل جامعه، روی کردی که نسبت به انتخابات جمهوری اسلامی داشتن این بوده که باید علیه این انتخابات افشاگری کرد و باید علیه این انتخابات مبارزه کرد. باید در یک جنبه خیلی سراسری تری، اونطوری که در انقلاب زن زندگی آزادی قول هر مسئله دیده، مثلا در رابطه مسئله حکم اعدامی که برای توماج صالحی صادر کردن و جامعه مبارزه کرد برای اینکه اونو عقب برونه، مثلا در رابطه با جنگ علیه زنانی که جمهوری اسلامی آغاز کرد و جامعه ایستاد مبارزه کرد و اجازه نداد که جمهوری اسلامی حجاب روی سر زنان بکشه و مرعوب کنه، سرکوب کنه زنان رو، در رابطه با انتخابات هم یک چنین رویکردی توسط جامعه داره دیده میشه. بخش اعظم جامعه نسبت به این مضحکه‌ای که جمهوری اسلامی راه انداخته، دعواهایی که درون حکومت وجود داره و اونو به انتخابات تفسیر میکنن، ایستادگی کردن، مسخره کردن صحبت‌های کاندیداها رو و عملاً بی اعتبار کردند. خب انتخابات خیلی وقته که برای مردم ایران بی اعتبار شده، اما این بار یک رویکرد فعالانه میبینیم و یک رویکرد بسیار عمومیتری که خب این از نتایج انقلاب زن زندگی آزادیه که دیگه چیزی به اسم انتخابات در حکومتی که در شرف سرنگونی توسط مردم و به وسیله یک انقلاب معنی نداره. همینطور داریم میبینیم که با نزدیک شدن به روزهای انتخابات اقدامات و مبارزات عملی علیه مسئله انتخابات، از تبلیغات انتخابات گرفته تا حتی دفاتر تبلیغی انتخابات، شامل ستادهای انتخاباتی داره مورد حمله قرار میگیره حتی در بعضی از موارد، و یا نمادهای انتخابات داره توسط جوانان انقلابی به آتش کشیده میشه و یک جور مبارزه فعالانه رو ما در این راستا شاهد هستیم. من فکر میکنم که این رویکرد کاملا درستیه و باید سراسری تر بشه، باید حد اکثری تر بشه. بخش های مختلف جامعه که حول مسائل متفاوتی از دادخواهان گرفته تا دانشجویان و معلمان و کارگران، همه باید هرچه بیشتر علیه این وضعیت و علیه انتخابات جمهوری اسلامی فعالانه عمل کنند. صحبت های سبحان کاظمی رو شنیدید. اما به عنوان فعال دانشجو و فعال انقلاب زن زندگی آزادی، نظرات و پیشنهاداتی داره سبحان کاظمی فراخوانی که در روزهای باقی مانده و همینطور مشخصا روز جمعه 8 تیر 1403 که نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار میشه، عموم جامعه چه اقداماتی میتونه انجام بده؟ اینکه در روزهای باقی مانده و روز جمعه که انتخابات جمهوری اسلامی برگزار میشه چه کارهایی میشه انجام داد و چه اقداماتی رو میشه پیش برد، به نظرم تا حدی اتفاقاتی که تا الان در فضای خیابانها و در فضای شبکه‌های اجتماعی شاهدش هستیم داره تصویر میکنه که چه اقداماتی باید گسترش پیدا کنن، چون تا همین امروز هم جامعه برخورد فعالانه‌ای داشته با جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله انتخابات جمهوری اسلامی، و به همین خاطر فکر میکنم اولین توصیه اینه که گسترش پیدا کنن این اقدامات چیزی دور از در واقع چشمی نیستند، همونطور که در تلویزیون کانال جدید و سایر رسانه ها شاهد هستیم. اقدامات اعتراضی که داره علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی برگزار میشه واقعا گسترده است در مورد خودش، با توجه به اینکه حداقل
حدود البته حدود یک هفته باقی مونده تا انتخابات، داریم میبینیم که همونقدر که حکومت تبلیغ میکنه، مخالفین این حکومت هم دارن مبارزه میکنن علیه انتخابات جمهوری اسلامی. و به همین خاطر اولین مسئله اینه که گسترش بدیم این اقدامات رو، و دومین مسئله هم اینه که بتونیم سطح جدیدی از اعتراضات رو در جریان انتخابات عملی کنیم. هر پدیده سیاسی بزرگی که علیه جمهوری اسلامی فضای جامعه رو قطبی میکنه، اصطلاحاً یک طرف مردم و یک طرف جمهوری اسلامی برخورد شدیدتری با هم انجام میدن، فرصتیه که مخالفین حکومتی که اعدام میکنه، تجاوز میکنه، حجاب روی سر زنان میکشه، هویت رنگین کمانی ها رو به رسمیت نمیشناسه، اجازه بیان، آزادی بیان رو به مردم نمیده، یک فرصتیه برای همه این بخش های جامعه که تحت سرکوب هستن که بتونن سطح جدیدی از اعتراض رو معرفی کنن. به عنوان مثال در جریان همین روزهای اخیر اعتصابات کارگری شروع شده. این اعتصابات درسته که مستقیما به مسئله انتخابات در واقع مربوط نیستن، اما تقویت این اعتصابات میتونه توسط بخش‌های مختلف جامعه صورت بگیره، با حمایت از کارگران، با گسترش اعتصابات به سایر اقشار، به سایر بخش‌های جامعه. این یک نمونه است. نمونه‌های دیگه میتونه صدور اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها و فراخوان‌های مشترک متفاوتی باشه برای اینکه هم در داخل ایران و هم در خارج کشور ما بتونیم شاهد تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و یا اقدامات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی باشیم.